بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. از حقوقی که همسر با اجرای عقد دائمی بر شوهر پیدا میکنه نفقه است، چه این که نیاز داشته باشه چه نیاز نداشته باشه، وضعیت مالیش خوب باشه یا خوب نباشه، هزینه زندگی برگردن شوهر هست. ویژگی نفقه همسر نسبت به نفقات دیگه که بر انسان واجب میشه، مثل نفقه فرزند یا پدر مادر یا مملوک، اینی که این نفقه یه نوع بدهیه. یعنی اگر شخص هزینه‌ای که گردنشه نسبت به پدر یا فرزند یا مادر اگر کوتاهی کرد، اونا نمیتونن طلب کنن، ولی این بدهی هست، این نفقه زن میتونه مطالبه کنه، جزء طلبش هستش. نفقه با دو شرط بر گردن شوهر واجب میشه، یکی این که عقد دائمی باشه نه عقد موقت، یکی هم این که زن نسبت به وظایفی که نسبت به شوهر داره پابند باشه، تمکین داشته باشه. اگر نسبت به وظایفش کوتاهی کنه، ناشزه باشه، یه اینجور نفقه‌ای نصیبش نمیشه. نکته دیگه این که نفقه شامل چی میشه یا چه چیزایی رو نفقه میگن؟ میگن نفقه مجموعه ای از نیازهای ضروری همسره، از خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت و موضوعات اینچنینی و به اندازه متعارف و عرف هر منطقه و طبقهی که زن در جامعه مطرح هستش، به اندازه شأنش این نفقه رو در این ضرورات میتونه نصیبش بشه و مالکش بشه. اما یه سری هزینه هایی هم ممکنه تو خانواده مطرح باشه و زن مطالبه کنه، گردن مرد نیست. حالا زن مثلا کفاره گردنش اومده، کفاره گردن خودش، هر مدل کفاره، یا الان میخواد بره کلاس های آموزشی که مثلا کلاس زبان بره دانشگاه، اینا به توافقه، ولی جز واجبات نفقه مرد نیست. و اگر نفقه مرد به همسرش داد، این نفقه رو دیگه مالک میشه، نمیتونه شوهر اون باقی مانده نفقه رو از او مطالبه کنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.